دوستان در ادامه همراه هستیم با همکارم حبیب گودرزی برای بررسی فاجعه کرونا و همچنین جنگ باندهای درونی رژیم. حبیب، می‌خواستم از کرونا شروع کنیم. آخرین آمار و وضعیت شیوع این بیماری تو ایران چطوره؟ وضعیت کادرهای درمان چطوره؟ کمی تو این رابطه برامون بگو. بله یاسر، آخرین آماری که امروز بعد از ظهر سازمان مجاهدین اعلام کرد نشون میداد که متاسفانه این آمار خیلی جانگداز هست و از عدد 130,900 نفر فراتر رفته، اونم فقط توی 460 شهر. و امروز برای اولین بار، این تازه به قول خود وزارت بهداشت رژیمه، که عدد مبتلایان هم از مرز 6,000 نفر گذشته. به جز این، اگه بخوایم بگیم از قول خود رسانه‌های رژیم، دیشب محمد اسماعیل اکبری، این مشاور وزارت بهداشت، یک مصاحبه داشت تو تلویزیون رژیم و اونجا خطاب به همون خود تلویزیون رژیم گفتش که از وضع ایران از نظر شیوع کرونا از همه کشورهای دیگه که تلویزیون میگه بدتره. منظورش هم تلویزیون رژیم بود. و خوبم یا عددی هم هستش که اگه بخوایم بگیم، توی مهر ماه 3,715 نفر فقط توی تهران، فقط توی مهر ماه به سال قربانی داشتیم توی ایران، اونم تازه از قول عدد ارقام مهندسی شده همین رژیم هست. یا فردی هست به اسم دکتر قانعی، این رئیس ستاد کمیته علمی این ستاد حکومتی کرونا هست، این توی صحبتی که داشت میگفتش که توی تلویزیون آخوندی میگفت عدد مرگ و میری که ناشی از کرونا اعلام میشه، اگه شما فرض کنید 300 نفره، این عدد قطعاً دو برابره، یعنی 600 نفره، به دلیل اینکه تست کرونا که انجام میشه فقط 50% جواب میده. بعد به لحاظ وضعیت کادرهای درمانی هم کافیه که توجه کنیم به صحبت‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی، فردی است به اسم جلیل کوپایزاده، این میگفتش که کادرهای بهداشت و درمان با وضعیت بسیار اسفباری مواجه هستند و اساساً با مشکلات روحی روانی مواجهن، که علت اون هم اینه که طی این 8 ماه خورده‌ای که از شیوع کرونا تو ایران میگذره، اینا حضور بیوقفه داشتن توی بخش‌های کرونایی. بله حبیب، روحانی علت شیوع کرونا رو به گردن مردم میندازه و میگه که هیچ کدوم از دستگاه‌ها و افرادش در مقابل با این موضوع کوتاهی نکردن و نباید به مردم و جامعه پیام غلط داد. از طرف دیگه هم باند خامنه‌ای مشکل و علت رو متوجه دولت میکنه و میگه که خلاصه روحانی باید تو این زمینه پاسخگو باشه. خواستم بپرسم که نظر شما چیه و واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که این ترمی که روحانی به کار بود، پیام نادرست، اون کسانی که پیام نادرست به جامعه میدن کسی جز خود خامنه‌ای و روحانی نیستش، چون اینا کاش که فقط پیام نادرست میدادن. اینها در واقع از همون ابتدای شیوع کرونا تو ایران شروع کردن به پوشوندن حقیقت و آمار واقعی رو پنهان کردن، که حتی الان صدای کارشناسای خودشون هم در اومده. علت این هم خوبه که من تو این رابطه یه مثالم بزنم، یعنی با یه مقایسه، خیلی مقایسه ساده میشه نشون داد و فهمید که جنایتکار و به قول روحانی اون کسایی که پنهان میکنن و پیام نادرست به جامعه میدن چه کسایی هستن. نگاه کنید، روز 15 شهریور آمار ابتلا به کرونا، تازه این به قول خود وزارت بهداشت رژیمه، آمار ابتلا به کرونا 1800 نفر اعلام شد. امروز که خود وزارت بهداشت میگه بالای 6000 نفر، و اون روز 15 شهریور 110 نفر فقط جان باخته به دلیل کرونا داشتیم که رژیم اعلام کرد، که خیلی هم کم اعلام میکنه. نه. ولی امروز این روزها اصلا عددها بالاییه، بسیار بالاتر از 300 نفره، یعنی در عرض حساب کنید تا الان 48 روز 3 برابر شده. بنابراین مشخصه که آن کسایی که پیام نادرست به جامعه میدن و جرم جنایت مرتکب میشن همین روحانی و خود خامنه ای هستن. حالا علت اینم که وضعیت جامعه توی وضعیت فاجعه باری به لحاظ کرونا به سر میبره همینا هستن. در رابطه با جنگ و جدال باند هم تو این رابطه همین که گفتین درسته، حتی امروز هم یه نمونه بود، یکی از نماینده‌های رژیم توی مجلس ارتجاع، این فردی است به اسم اقبال شاکری، به اصطلاح نماینده رژیم توی تهران و نمیدونم شمیرانات و اسلام شهر و شهر ری،
این اومد تو صحبتاش گفتش که مسئولیت فوت این تعداد از هموطنان به عهده خود همین ستاد و شخص رئیس جمهور و روحانی باید پاسخگو باشه. و بعدش هم وضعیت کادرهای درمانی و وضعیت اسفناک کادر درمانی رو گفت و بعدش هم گفتش که سن قربانیان به دلیل کرونا بسیار کاهش پیدا کرده و گفت علت این توی عدم مدیریت صحیح، یعنی خطاب به دولت و روحانی بود. حالا چرا اینا این کارو میکنن؟ این ایادی باند رژیم که این روزها مرتب این حرفا رو میزنن که امروز هم این نمونه آخریش بود، اینا به علت دلسوزی برای جان مردم نیست. اینا خب خیلی روشن، یعنی در واقع فی سبیل الله نیست. همه اینها یک هدف دارن، اونم اینه، یعنی ایادی باند خامنه ای که میخوان نقش جنایتکارانه خود خامنه ای رو بپوشونن و در واقع به همین علت میان روحانی ها علم میکنن تا به این ترتیب هم یک روحانی ضعیف شده و مچاله شده داشته باشن در دست توی قبل از انتخابات خودشون. این علت این درگیری باندهای مختلف رژیمه. بله، تشکر میکنم از شما های بگودرزی که توی این گفتگو با ما همراه بودین.